خبری کن. ایترا کجای تو؟ تاش پس خونم من رفتم بخوابم. سرابخان سپهری چه کسی بود صدا زد سهراب کفش هایم کو بیا تو تخت خانومو چی میخونه چی ناهید بیناب کارشناس قضایی خانواده منو آلوگی را برده بگو من این چند روز سرش کجا گرم بوده Thank you.
الو سلام خانم ارجمند. من میترا هستم، همونی که دیروز تو دادگاه ازتون شماره گرفتم، یادتونه؟ نه چندان. ازتون بپرسم چند روز طول میکشه تا یه برگه دادخواست برسه به آدرسمون، چون هنوز شوهر من نمیدونه که من دادخواست طلاق دادم. به نظر شوهرم من انقدر آدم دست پا چلفتی و شایر مسلکی هستم که حتی به فکرشم نمیرسه من بخوام برم دنبال طلاق. اگه شوهرم بفهمه که من رفتم دادگاه و درخواست طلاق دادم، واقعا قیافش دیدنی میشه. دیدنی هست. با کی حرف میزدی؟ کی بود؟ میگم کی بود؟ چیه لالمونی گرفتی؟ میگم کی بود؟ یکی از دوستان. همون که هفت بار از شوهرش طلاق گرفته دیگه، نه؟ باش مشورت میکنی که راه و چاهو یادت بده. وکیله؟ قاضیه؟ کی بود؟ کی بود؟ خوشگلیت مینازی تو. من میدونم تو به خوشگلیت مینازی. من یادگاری میزنم اون صورته. یه باشه میگم. شوهرم همه حرفای ما رو شنیده. آره از دستش فرار کردم، اومدم تو اتاق، درو قفل کردم. خیلی میترسم، وقتی که عصبانی میشه منو کتک میزنه، ولی واقعا این بار دیوونه شده. دیوونه یه دیوونه. نمیدونم چیکار کنم. بنویس. مریم جون خواهش میکنم سریعتر، من خیلی میترسم. تو رو خدا هر کاری که میتونیم بکنیم ممنون میشم. نمی‌کنی ها؟ الان با تبر می‌شکنه. چی شد؟ چرا لباس میپوشی؟ آرش میترو بهزاد. میترو بهزاد چی؟ باید الان بریم خونه شون. عجله کن، تو را برای تعریف میکنم. خونه شون درو بانه میکنم. Thank you.
صدا رو واکن کن ما حرف بزنیم. ویترا ویترا بلا سر خودت نیاری. ویترا 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 میخوام دو دقیقه باهات حرف بزنم. دو دقیقه میخوام باهات حرف بزنم. دیوونه نمیخوام بکشم بهت که. ویترا غلط کردم ببخشید. در واکن میکشمت میکشمت ویترا. نه سلام عرض شد شبتون بخیر. سلام. حال شما خوبه؟ سلام آقای کاویانی. سلام. ببخشید بعد موقع مزاحم شدم. البته من زنگ اون در رو زدم از که خونتون دوباره بعد مجبور شدم بیام. خانم اصرار کرد بیام از این در مزاحمتون بشم. شرمنده. بله من از دوستای قدیمی میترا جون هستم. بله. از همکلاسی دانشگاه. بعد قرار داشتم باشون امشب بیام. البته من قبلا اومده بودم اینجا ولی امشب نمیدونم چرا آدرس رو گم کردم. مقصر من بودم. من متأسفانه عینکمو فراموش کردم بیارم. بعد کوچه هست یه طرفه بالای کوچه خودتون. من اشتباه پیچیدم اون تو. حالا کلی طول کشید تا دنده عقب بگیرم و بیام. بله به هر حال ببخشید دیر شد. میشه صداش کنیم بیاد؟ حالا یه کار کوچیک باش دارم. خیلی ممنون. هستن ولی حالشون بده. ای وای چه بد. ولی من همین الان رو بالکن دیدمش برام دست تکون داد. بالکن؟ بله همین الان همین یه دقیقه پیش. ما زیاد مزاحمتون نمیشیم البته. من یه کار کوچیک دارم. همینجا تو حیاط. شما تشریف ببرید. مزاحم شما نمیشیم. بفرمایید خواهش می‌کنم. بعد ما از تو باغچه تشریف آوردم. سلام. ببخشید منتظرتون گذاشتم. من قراره خونه یکی از دوستامونو به مریم جون نشون بدم. بله خونه روزیتا جون رو قراره به من نشون بدم. ما زیاد معطل نمی کنیم. ببخشید دیگه. مزه روزیتا خانوم میره. بله زود برمیگردم. ببخشید دیگه خیلی دیر شده. آقای کاویانی خیلی خوشحال شدم از زیارتتون. شبتون بخیر. فقط من یه چیز دیگه می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. شما عجیب شبیه یکی از دوستای من هستم تو دوره دبیرستان. خیلی دوست عزیزی بود برای من. حالا فرصت بشه یه عکسش میرم به شما نشون بدم. بله خانم‌ها منتظرن. می‌خوام برم از دل روزیتا خانم. نگران نباشید من میرسونمشون. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خودتی. شما انقدر سریع اومدی که شوهر من هول شده بود. اصلا نمیدونست چیکار کنه. شما هم به موقع رسیدین. راستش این آخره دیگه من کم کم داشتم به تته پته میافتادم. من از وقتی که به شما زنگ زدم تا وقتی که شما رسیدید همش تو فکر این بودم که من چطوری از این موقعیت استفاده کنم. ببخشید مریم جون اگر زحمتتون نیست منو برسونین یه هتل چون نمیتونم خونه پدرم برگردم. یعنی اصلا نمیدونم چطوری اونو بهشون بگم که من باز مجبور شدم از خونه فرار کنم. اصلا حرف بشم نزن. میخوای بری هتل؟ تو که شناسنامه نداری. باید امشب بیای خونه ما. نه اصلا ممنون من مزاحمتون نمیشم. مزاحم نیستی. امشب میای خونه ما. میخوای تا صبح با هم حرف بزنیم. مشکل من فقط این نیستش که با مردی ازدواج کردم که دوستش ندارم. خیلی عصبی و بددهنه. مریم جون خیلی هم زرنگه. پیش خانواده من یه جوری وانمود کرده که بهترین مرد دنیا سا همه یه تقصیر از منه. میترا میخوای فردا بریم پیش بابات باش صحبت کنیم؟ شاید اگه قضیه امشبو به فهمه به تق بده. فقط خدا کنه بهشون زنگ نزنه یا نره در خونمون. مگر من نمیدونم چی میشه. به نظر من بهتره تو خودت همین الان به مامانت زنگ بزنی بگی اینجایی که اگه بهزاد بهشون زنگ زد گفت تو از خونه رفتی بیرون نگران نشن. ها؟ نمیدونم. بیا
تلفن تموم شد بیا تو اتاق. دیگه وقت خوابه. الو بهزاد، دلم میخواد تا حالا هرچی بینمون بوده تموم بشه. فاصله که بین من تو وجود داره اجازه نمیده ما دوتا با هم زندگی کنیم. سراغم نه یا با هم تماس نگیر. به زودی تو دادگاه هم دیگر رو میبینیم. دادگاه؟ اجازه بده قانون بین من تو قضاوت و داوری کنه. دست بردار بازی. ازت میخوام دیگه با پدرم در این باره صحبت نکنم، چون من دیگه نمیتونم به هیچ وجه این شرایط تحمل کنم. من هم نمیتونم تحمل کنم. مسخره کردی. میترا سلام. علیک سلام. میگم من میخواستم، یعنی فکر کردم که قضیه دیشب فراموش کنیم برگردیم سر خونه زندگیم. یعنی این پیغام تلفنی حالمو گرفت. من باید این موضوع رو به تو میگفتم دیگه. تو چطور جرأت میکنی همچین پیغامی رو برام بذاری؟ آدم باید جرأت گفتن حقیقت رو داشته باشه بهزاد. کدوم حقیقت؟ جدایی. چی؟ طلاق. جمع بخشه. جرأت میکنی به زبون بیاری؟ حقیقت رو باید به زبون آورد بهزاد. تاورشو بریم خونه. من بر نمیگردم. غلط میکنی. با داری اون رو سگ منو در میاری یا؟ فکر نکنم من کشت مردت بودم. نیما دلش برا تنگ شده. نیما که گناهی نداره، منم دلم براش تنگ شده. سلام میتازی. سلام عزیزم. اینا چیه؟ درس خون شدی؟ رفتم دانشگاه برای ترم جدید ثبت نام کردم. بارکلا، بارکلا، اختیار سر خود شدی؟ برای یه بارم که شده خواستم خودم تو زندگی برای خودم تصمیم بگیرم.
تنها تصمیمی که تو باید بگیری اینه که برگردی سر خونه زندگی. من بر نمیگردم. تو غلط میکنی. خونه زندگی تو ول کردی رفتی دنبال کتابا. بسات خیلی احمقی. خودتی اصلا تو لیاقت این زندگی رو نداری. باید روز شب گوشه خونه کفک میزدی یه حراجی پا بلغور میکردی. من آدمت کردم یادت نره. سوار شو بریم خونه. بیا سوار شو بریم خونه. میترا سوار شو بریم خونه. دیدی درم باد قهره. برو کنار بهزاد. دیدی؟ بهزاد برو کنار. میگم سوار شو بریم خونه. ازت خواهش میکنم بهزاد برو کنار. بهزاد جیره اون نیما تمومش کن. بسه دیگه خسته شدم. منم خسته شدم. خواهش ازت میکنم بذار چند روز استراحت کنم، بذار چند روز خودم باشم. دیگه این دعواها رو من نمیتونم تحمل کنم. خودت خواستی ها، خودت خواستی. آره خودم خواستم. ازت ممنون میشم. آره آره خودت خواستی. درو ببر، درو ببر. بیترا جون، نگید زده به سرت. من یه سر سوزن به این زندگی دلخوشی ندارم. من اصلا این مرد رو دوست ندارم. آخه من بعد اینو به کی بگم؟ همش پولش رو به رخ من میکشه. همش میگه اون منو آدم کرد. اگه آدم بودن یعنی ماشین آخری مدل سوار شدن، من اصلا نمیخوام آدم بشم. ای کاش میدونستم که چرا منو بدبخت کرد. از بچگی به من ظلم کردی. خودتونم اینو میدونی. هرچی به من گفتی من نه نگفتم. این شما بودین که برای من تصمیم میگرفتی. من هیچ وقت حق اظهار نظر نداشتم. از بچگی هر چی به من گفتین گفتم چشم. حتی برای ازدواجم هم این شما بودین که برای من تصمیم گیری کردین. خودتون هم اینو میدونین. همیشه یادم داده بودید که نه نگم. منم هیچ وقت نه نگفتم. ولی دیگه جونم به لبم رسیده. برای یه بارم که شده میخوام تو زندگیم خودم تصمیم. به خاطر همینم تو روی همه وای نیستم، حتی پدر مادرم. پدرت هم زندگیشو از صفر شروع کرده بود، عمرشو گذاشت تا به اینجا رسید. از بس که کار کرد هزار تا درد مرز گرفت. میگه میخوام بچه‌ها مثل من نباشن. دوست دارم دخترم اول زندگیش رفاه و آسایش داشته باشه. آخه به چه قیمتی؟ شما مثلا برای من دلسوزی کردین؟ آدم باید اول بتونه یکی رو تحمل کنه، بعد از پولش لذت ببره. شما حتی فکر نکردید که بهزاد یه بچه داره، یه بار ازدواج کرده. همین برای اینکه آدم احساس کنه که خوشبخت نیست کافیه. مامان اون بچه که پیش مادر بزرگشه، با تو کاری نداره. ای کاش اون موقع سهراب نمیومد خواستگاری من. شما از ترس این که من به سهراب جواب مثبت بدم هول شدین و با خانواده بهزاد جواب مثبت دادین. اون موقعی که خانواده بهزاد اومده بودن که جواب بگیرن، بابا اومد تو اتاق با من گفت نه نگی و آبروی منو نبری. پدر بهزاد به گردن من حق داره. شما اومدین گفتین پدرتو مریض، قلبش درد میکنه، یک کاری نکنی ناراحت بشه. منم گفتم چشم، هرچی شما. حالا میخوام زندگی منو جان بدم. جلوی ضرر رو هر موقع بگیرین منفعته. مامان کمکم کنید من زودتر از بهزاد جدا شم. یعنی واقعا راه دیگه ای نداره؟ آخه مگه تو چند ساله دیگه باید بیوه بشی؟ مامان به خاطر ترس این بلا به سر من اومد. اگه الانم میخوام بترسم باید تا آخر عمرم این تاوانو پس بدم. Thank you.
من به تو بد کردم میخوام، خیلی بهت بد کردم میتونم. دکتر من درباره آمار پرونده‌ها با رئیس دادگاه حمایت از خانواده هم صحبت کردم، گویا در طول ماه 8500 تا پرونده به این دادگاه ارجاع میشه. البته همه این پرونده‌ها هم مربوط به طلاق نیستن، بعضی از این پرونده‌ها مربوط به ترک انفاق، اجرت المثل، عدم تمکین و عسر و حرجن. بقیه پرونده‌ها هم مشخصاً مربوط به دادخواست طلاق از طرف مرد یا زن هستن. من همه اینا رو به صورت یک گزارش تو این پرونده نوشتم تا بدم خدمت شما. تا اونجا که من بررسی کردم، ما الان گزارش کاملی از وضعیت طلاق، آمار و میزان افزایشش و حتی انگیزه‌های اجتماعی اون در اختیار داریم. ولی بعضی از این طلاق‌ها به صورت توافقی صورت میگیره. بنابراین من با اداره ثبت احوال کشور مکاتبه کردم که اونا هم آمارشون رو در اختیار ما بذارن. دکتر من فکر میکنم اگه ما بخوایم به این بخش از تحقیقاتمون یه جهتی بدیم، باید اول ببینیم که الان چه تحلیل اجتماعی درباره طلاق وجود داره. کسی که طلاق میگیرن دچار چه عواقبی میشن؟ برخورد مردم، قانون، اجتماع با اینجور افراد چه شکلیه؟ البته اینم سوال مهمیه که آیا نگرش و باور منفی که نسبت به افراد مطلقه به خصوص خانم‌ها در گذشته وجود داشته، آیا تعدیل پیدا کرده و فضای اجتماعی مناسبی برای اینجور افراد به وجود اومده یا نه؟ ما باید ببینیم قوانین حمایتی زنان و فرزندان طلاق واقعا جوابگوست و اگه این قانون نواقصی داره، این نواقص در کجاست و اگه این قانون گویا و رساست، واقعا در عمل اجرا میشه. یعنی خیلی واضح عرض کنم، بخش دیگه از کار ما بررسی تأثیرات سوء طلاق روی افراد جامعه است و جواب دادن به این سوال خیلی مهم که دولت، قانون، اجتماع چه تدابیر و قوانین حمایتی برای این افراد در نظر گرفته. بفرمید. آقای کاویانی؟ بله. یه نامه دارید. از طرف دادگاه خانواده است. لطفاً امضاش کنید. بهتون ابلاغ شده که فردا تو دادگاه حاضر بشی. کار خودشو کرد. لطفاً امضاش که من عجله دارم. چش. کجا رو باید امضا کنم؟ همین جلو لطف فهمید. سرتون خیلی شروع کنه. بله دیگه چکم شی. قربان شما بس. خوش خبر باشی. من فکر میکنم متوجه به حرفای دکتر عارفی، ما مجبوریم یه سری سوالای جدید برای پرسشنامه‌مون طراحی بکنیم. مثلا اینکه وقتی تو داری با یه خانمی مصاحبه میکنی، به جای اینکه فقط ازش راجع به علت طلاق بپرسی، خیلی راحت و ساده ازش سوال بکنی که آیا با علم به اینکه چه مشکلاتی در آینده قرار براش پیش بیاد میخواد این کارو بکنه یا نه، چون جونش به لبش رسید و میخواد فقط از این وضعیت راحت بشه تصمیم گرفته طلاق بگیره، یا اصلا میدونه چه قوانینی در ارتباط با زنای مطلقه وجود داره که ازشون حمایت بکنه، یا اگه بچه داره میدونه که بعد از طلاق بچه‌هاش حمایت قانونی میشن، یا اصلا خودش بلده با بچه‌هاش چجوری رفتار بکنه که کمتر آسیب ببینن. یه سری موارد اینطوری. ببین خلاصه این که ما باید بدونیم افرادی که متقاضی طلاق هستن تا چه حد نسبت به حق و حقوقشون بعد از طلاق آگاهی دارن. آفرین، دقیقاً همینه. و اینکه چه سرنوشتی براشون پیش میاد بعد از طلاق. درسته. پس ما باید دنبال یه سری پرسشنامه باشیم. خب تا موقعی که پرسشنامه‌های جدید آماده بشه ما باید به این پرسشنامه رجوع کنیم. ما همیشه به فکر و نبوغ شما رجوع می‌کنیم استاد. قراره بیاد، ولی من فکر نمی‌کنم این به این راحتی ها منو طلاق بده. تو اصلا خودتو ناراحت نکن، خانم بینا همه ای کارا رو درست میکنه. امیدوارم. وای مریم جون اومد، من میشناسمش، یه آدم عصبی بددهنه. الان آدر روزی را میدازه، من چی کار کنم؟ خیلی تو فقط ناراحت نباش. ببین حتی اگه اون این کارم بکنه، اینقدر تو این دادگاه از اتفاقا میفته برای مردم. مریم جون میشه تا شروع دادگاه یه جایی بریم که ما رو نبینه؟ من اصلا تحملش ندارم. آره حتما، صبر کن. بریم.
اینقدر ازش نترس. میدونی چیه میترا؟ هر موقع یه زن و شوهر میخوان از هم جداشن یه سوال میاد تو ذهن من. چه سوالی؟ این که حالا که میخوای برای همیشه از شوهرت جداشی دلت براش نمیسوزه؟ چرا آدم گاهی دلش براش میسوزه و گاهی انقدر به خودش حق میده که راحت تر میتونه به جدایی فکر کنه. مریم چون من به همه چیز فکر کردم، به خودم، به بهزاد، فکر میکنم اینطوری برای اونم بهتر باشه. ما نمیتونیم همدیگر رو خوشبخت کنیم. شاید بعد از جدایی کمی سختی بکشم، ولی آدم ها مرگ عزیزاشون هم بعده یه مدتی فراموش میکنه. بالاخره یه طوری میشه با این قضیه کنار اومد. بریم تو دادگاه. سلام. 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 خانم بینا کی میرسه؟ الان دیگه پیداش میشه. ناراحت نباش. چه نمیشینی؟ نمیتونم. بفرمایید. سلام خانم. بالاخره کار خودتونو کردی. منو هاروگی رو بردن. خبرانی؟ شما خانم آدرس روزیتا خانومو پیدا کردید دیگه؟ آه به منم آدرس میدادید؟ چی شد؟ شاسته خانوم سرتخم درسته؟ موردی ندارم؟ کفشان پاک زده است؟ مثل شعراتونه؟ ها؟ اگه فکر کردید طلاقت میدم برو یارتون تنها نمونه. بفرمون. ببخشید خانوم من تابع قانونم. این خانم خدمت شما اینجا باید بشینه. دیدی چجوری آبل ریزی را انداخت؟ ابنده رو سعی کن تحمل کنی. میشه به قاضی وکالت بدم خودش طلاقم بگیره؟ اصلا نمیخوام باهاش روبرو بشم. ببین حتی اگه تو مراحل بعدم بخوای این کارو بکنی فعلا تو این یه جلسه باید شرکت کنی. الان دیگه دادگاه شروع میشه. خان بینا اومد. سلام. 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 خسته نباشید. ممنون. ببخشید بچه ها خیلی دنبالم گشتین. نه نه. خواهان خانم میترا دلجو از خانده آقای بهزاد کاویانی به دلیل سوء رفتار و عدم تفاهم در زندگی شکایت کردند و تأکید کردند که ازدواج ایشون علارغم میلشون و به اجبار خانواده صورت گرفته. لذا جناب قاضی ببخشید من زنم رو طلاق نمیدم. یک دو و من تمام مدتی که میرفتم خواستگاری ایشون یک بار یک کلام نگفتن که به این ازدواج راضی نیستن. آقای قاضی من فقط سکوت کردم، یعنی خودم رو سپردم به پدر مادرم. از ته دل راضی نبودم، ولی چون پدر من مریض بود و تمام فکر و ذکرش این بود که من با این آقا ازدواج کنم من اصلا جرأت مخالفت نداشتم. ولی چند بار به مادرم گفتم که هیچ تمایلی به این ازدواج ندارم. دیده همسر سفره اخ چجوری والده مکرمتون کل میزدن. اگر من مخالفت ندید شروع عشق و علاقه چی؟ یه بار دید که من خوشحال باشم تو تمام دوره نامزدی هر بار که خواست از من بریم بیرون من یه طوری تفره میرفتم، چون شوهر فعلی من با اون چیزی که تو ذهنم به عنوان شوهر آینده انتخاب کرده بودم کاملا فرق داشت. کجا روز اول نگفتی؟ اون موقع که اومدم خواستگاریتون بله فرمودید. همه این حرفا به کنار آقای قاضی. ایشون فقط دلشون میخواست خواسته های خودشون رو به من تحمیل کنن و اصلا خواسته های من هیچ کدوم براشون مهم نبود. مثلا من قبل از ازدواجم دانشجو بودم. همین که با ایشون ازدواج کردم اجازه درس خوندن به من ندادن. گفتن نیازی به کار کردن تو نیست، ما به اندازه کافی پول داریم. فکر میکنم فقط پول برای این کار کافیه.
خب جواب قاضی، من خودم هم دانشجو بودم، زندگی دانشجویی هم کردم، ولی خب دیدم درآمد کار آزاده، ول کردم رفتم بازار. کار بدی کردم؟ آقای قاضی، فقط به خاطر این طرز فکرشه که میگم ما به درد هم نمیخوریم. مگه آدم فقط به خاطر پول کار میکنه؟ فرمایید پول بده دیگه. نه نه، پول بد نیست، مشکل ما بزرگتر از این حرفاست. ما اصلا به درد هم دیگه نمیخوریم. جناب قاضی، من هر چیزی که بتونه یه زن خوشبخت کنه واسش تهیه کردم. نکردم؟ چرا؟ من منکر این حرفا نیستم. هر چیزی که به نظر تو مایه خوشبختی بود تو برای من تهیه کردی. پول، ماشین، ویلا، ولی این چیزا به نظر تو خوشبختی می آورد. خوشبختی که من میخواستم چیز دیگه ای بود. یعنی شما خوشبختی رو توی این میبینی که بری گوشه اتاق بشینی برای خود کتاب شعر بخونی دیگه؟ نه، هر کسی به یه چیزی علاقه داره. علاقه من چی؟ تو چیکار کردی برای من؟ یه سر سوزن به من محبت کردی که من دریا دریا بهت محبت کنم؟ نکردی. آره، منم نتونستم تو رو خوشبخت کنم، چون اصلا ما زبون همدیگر رو نمیفهمیم. اون چیزایی که من بهش علاقه دارم تو اصلا ازش خوشت نمیاد. چطور میتونه یه آدم وقتی که زبون همدیگر نفهمه اصلا برای همدیگه ساخته نشده همدیگر رو خوشبخت کنه؟ آقای کاویانی، خانم محترم، لطفاً چند لحظه به بنده فرصت بدید. الان شما با وجود تمام این بحث‌ها و صحبت‌ها اینجا حاضر شدید تا در مورد آینده‌تون تصمیم گرفته بشه. یا باید جدا بشید و یا به زندگیتون ادامه بدید. حالا من از شما خانم سوال می‌کنم، اگر شوهرتون قول بده که به علایق شما توجه بیشتری بکنه و شما اونطور که می‌خواید زندگی کنید، آیا حاضرید به زندگی مشترکتون ادامه بدید؟ آقای قاضی، شوهر من نمیتونه عوض شه. حتی اگه قولم بده دو مرتبه همون آدم اولی میشه که بوده. من چیزی جز طلاق نمیخوام. جناب قاضی، من دوست دارم همین طوری که هستم زندگی کنم. زنم هم باید مطابق میل من باشه. اگه من و زندگی با من رو همینطوری قبول دارن، میتونن برگردن. اگر نه، همون رایی رو که در پیش گرفتن میتونن ادامه بدن. من به این سادگی ها زنم رو طلاق نمیدم. جناب آقای قاضی، خانم دلجو در شرایطی مجبور به ازدواج شدن که در حال ادامه تحصیل بودند و در واقع در حال برآورده کردن بخشی از آرزو و خواسته های زندگیشون، ولی به خاطر این ازدواج مجبور شدن از علایق و خواسته های خودشون بگذرن، در عوض وارد زندگی بشن که با معیارها و سلیقه هاشون کاملا در تضاد بوده. از طرفی آقای کاویانی هیچ وقت نخواستن به زنشون توجه کنن و اونطوری که هست قبولش کنن و سعی نکردن بعد از ازدواج سلیقه و روحیه ایشونو در نظر بگیرن و همه چیزهایی که در زندگی مشترک مربوط به زن میشه با سلیقه و مطابق میل ایشون انتخاب میشده و تا جایی بوده که موکل من احساس کرده که همه هویت و شخصیتشون داره با این ازدواج نامناسب زیر سوال میره. به نظر من این زوج مناسب همدیگه نبوده و نیستن. شاید هر کدوم از اینا در یک ازدواج دیگه با یک همسر موفق خوشبخت میشدن. اگه خانم دلجو به همسرشون علاقه‌مند بودن، مسلماً در زندگی گذشته بیشتری داشتن و رفتارای شوهرشون رو نادیده می‌گرفتن. خانم بینا، خیلی ممنون از توضیحاتتون. اجازه بدید که آقای کاویانی هم صحبتشون رو بکنن. بفرمایید. جناب قاضی، ولی من می‌خوام با زنم زندگی کنم. جرمه؟ میدونم ایشون اگه برگرده سر زندگی، زندگی رو به کام من تلخ میکنه که کرده، ولی خب این سادگی رو نمیتونم طلاقشون بدم. یعنی الان فکرم درست کار نمیکنه، نمیتونم تصمیمی بگیرم. از طرفی هم اصلا راضی به این جدایی نیستم. حالا این سرکار خانوم وکیلشون، خانوم محترم، طور که بلدن و میتونن طلاقشو بگیرن، من دیگه این برای پیدام نمیشه. آقای کاویانی، درسته که حق طلاق با آقایونه، اما قانون برای خانوما هم شرایطی گذاشته.
بله شرایط، یعنی جناب علی بفرمایید که بنده قاتلم یا قاچاق مواد مخدر میکنم، آدم کشتم، کردم تو پستو، یا مثلا اینقدر به خودتون مطمئن نباشید. اگه تو دادگاه پیداتون نشه تقاضای طلاق غیابی میکنیم. بسیار خوب، اجازه میفرمایید. سلام مشق حسین. سلام. اینجا چیکار میکنید؟ منم اومدم اینجا تا مطمئن باشم که دخترم نجات پیدا میکنه. نجات از چی؟ از شر سرنوشتی که من دوچارش کردم. مرزا تو چطور به خودت اجازه دادی با دختر من رفتاری داشته باشی که غریبه ها بیان به فریادش برسن؟ تو هم شاعر شدی؟ مرزا من به خاطر تو، به خاطر تو جلو دخترم ایستادم، به خاطر احترام خانوادت، ولی انگار تو هیچ کدوم اینا رو نمیفهمی. من اگه قدرت داشتم، تواناییشو داشتم، میمدم تو دادگاه میگفتم که دختر من حق داره، این منم که مقصرم، من بد کردم، من کردم، من مقصرم مرزاد. آقا جون اصلا من مقصرم، من بدم، من بدم دیگه مرزاد. بدم. پولم خوبه، برو بهش بگو مرزاد. آرش، تفتک پدر میترو چقدر ناراحت بود، خیلی دلم براش سوخت. میبینی یه اشتباه چطوره میتونه همه رو بندازه تو دردسر؟ تو فکر میکنی میترو بتونه طلاق بگیره؟ حتما، دیدی که خانم بینا هم همینه. من مطمئنم شوهرش مجبور میشه بیاد پای برگه طلاق امضا کنه. فقط یه مدت دردسر و مشکلاتش رو پیش داره.